ادامه برنامه صبح و زندگی هست تشکر از هماین افغان همکار بسیار خوب ما که یک گزارش خیلی خوب هم تقدیم ما شما کرد کمتر از 15 دقیقه کم فرصت برنامه امروز ما باقی بانده با شما هستیم و امروز هم یکی از همکارای بسیار خوب ما جناب استاد بارست اسرت رو دعوت کردیم استاد که واقعا شیرین هم صحبت میکنن و تدریس هم میکنن ما زیاد از شان آموختیم با ما هستن و امروز در اتا به از موضوعات خیلی خوب صحبت میکنیم موضوع خیلی خوب است شاید خود موضوع کمک که تو آدم به تشویش بسازه بحران چی است و ای که ما چگونه مدیریت کنیم بحران را یک تغییری که در یک اجتماع می در زندگی ما در یک نظام در کل صحبت های استاد می داشته باشیم استاد سلام صبحتان سلام بر شما آقای امیری و احمدی صاحب که برنامه را شما پیش بردین متاسفانه ما در یک وضعیت بحرانی هستیم وضعیتی که پیش آماده و شروع شده یک وضعیت خوب نیست یک ناامیدی و در آینده است که چه خواهد شد ولی خداوند انسانه که پیدا کرده و انسان باید آماده باشه بر وضعیتی که پیش مییه چیزیره که م میخواهیم یا با هم صحبت می کنیم ای است که افغانستان کشوری است که بحرانهای متعدد ره پیش سر گذشتانده و ما این بحران اول نیست یعنی وقتی که ما به دنیا آمدیم به وضعیت بحرانی به دنیا آمدیم و ما متاسفانه میره با گوشت و پوست خود لمس میکنیم افغانستان یک کشور جوان است و ما در افغانستان در سطح منطقه جوانترین کشور هستیم یعنی سطح موسفیدای ما بسیار کم است و اکثرت از امو بزرگان خانواده جوان هستند تمام علا و بلا در گردن جوان هاست این جوان ها باید این پروسه را باید مدیریت بکنن فراموش نکنین که هانتن تونگ در کتاب خود نشته میکنه و میگه که در هر بحران در هر چالش فرصت ها موجود است شما چطور میتونین فرصت ها را پیدا بکنین و از او فرصت ها استفاده بکنین چیزی که در بحران بسیار مهم است دستپاچگی است ما یک دفعه دستپاچه میشیم فکر میکنیم همه چیز خوب است یا همه چیز خراب است این حالت روانی هر کس است و این دست پاچگی باعث میشه که همه دار و ندار ما را از بین ببره یک استرس بحران وجود می به وجود می و ما چیزی که باید مدیریت بکنیم نمیتونیم مدیریت کنیم مدت ها میگذره بعد فکر میکنیم به کاشی کار میکردم کاشکی کار میکردم کاشکی این کار اول اولویت اول اول بود کار را انجام میدادم که او باز وقت از وقت گذشته میباشه ما باورم این است که ما چطور میتونیم بحران مدیریت کنیم و خوب میتونیم مدیریت بکنیم این ما اگر دست پا، پاچگی یک طرف شویم و فکر بکنیم که ما در یک وضعیت هستیم دیگه حالی وضعیت سر ما آمده چطور میتونی ایره مدیریت کنیم اما چطور دست پای خود جمع بکنیم بس. شاید ایره, ایره, شما تجربه کرده باشین وقتی که اول روزایتان بوده شما گویندگی میکنین در کدام رسانه وقتی که داخل شدین اولین با کمره رو برو شدین یک دفعه گم کردین خوده که چه قسم صحبت میکنین گوشتان باشت. کجاست بینیتان کجاست دستتان کجاست یک ساعت گپ زدین و یک ساعت بعد پس بیرون برامادین فکر کردین که والا این حال این گوش و اینه بینی اینی می دست پاچگی است و این دست پاچگی ناشیزی میشه که استرس می آید و استرس تمام امو چیزی که ما خود وقف کنم یا سر فکر بکنم فکر از بین می بره تامل از بین می بره تامق از بین می بره می بازی میشه که شما یک تصمیم خراب بگیرین تصمیم درست بگیرید تصمیم گرفتن نمیتونین اصلا اونم بحران می آید و بحران آدم خراب میکنه ما چطور میتونیم بحران مدیریت کنیم یکی خوب ا خوبي است که ادم بیر رجوع وکنه به طرف خداون خداوند متعال و می و می توکل الله فوا حس به کس که به خدا توکل میکنه خداون برش کافی است رجوع کنه به خداون و بعد ازو امن و آرامش یکی است یکی از اساسات اصلی انسان از به خصوص مسلمان اوسیم تعودات ما عقایدمو به می کی بیان به خدا باور داشته باشین خدا ما راضی وضعیت ان شاء الله بیرون میکنه حت ما بیرون خود شدیم جناب استاد حرفایتان شیرین بود من یک بار میخواستم سوال هم داشته باشم باز نخواستم سوال کنیم استاد میفهمی مشکل آمیانه صحبت میکنم مشکل که ما داریم چی است؟ مشکل ما ای است وقتی یک بحران میه یک مشکل در زندگی ما خلق میشه جای که را مدیریت بکنیم کاملا خود از دست میتیم که شما گفتین اما وقتی دست پاشه میشیم با خود رسیده ای کار نمیتونیم باز چطور مدیریت بکنیم دقیق چیزی که ما نداریم اعتماد به نفس است اعتماد به نفس ببینید یک چیزی شده که یعنی ما در کل یک ظرفیت زرف، سازی درست نکردیم نه اما هر چیز اماتور موتور اومدیم خبرنگار ببینین خبرنگار اومتور ای ژورنالیست من ای اومده خبرنگار شده ژورنالیست شده دور از یک تعداد بزرگا که آمدن انجینر شدن یک تعداد آمدن دکتر شدن یک تعداد اما این شدن ما را 20 سال ما موتور بودیم کارهای موتور بود اینا چون اعتماد به نفس نیست ای وقتی که اعتماد به نفس نباشه خدا یک چیز برابر شده ما در اون موقف رسیدیم یک چیز برابر شده یک باشه ما سر شانه ما ششت ما یک چیز ساخت ای امام وتو راقش نه بودیم ان وختي كه با اعتماد به نفس از بین میره وايي كه طرف دوم کار كه غ په احساسات دي نه قايد است اني چقدر ما ام باور دريم به ایمان خوته چقدر ما اونمو باوراره شتور پیدا کونیم اي كه مردم میرفتند د پښتر چو خداويزان میکدان تیارای امریکای خداويزان میکدان او نمو اعتماد كه نبوت نداشتن نمو اعتماد است Uh, ما هیچ کس نمیگم کنار هر کس میفهمه و زندگیش و خودش میتونه مدیریت کنه زندگی خوده ما میفهم ما در وضعیت بعد بحران هستیم ما از مشکلات تو آگاه نیستم ولی ما میفهم خود بسیار با مشکل رو هستی ما از جوان افغانستان نمیفهم که چی یک مشکل رو هستن و ما کس ما هیچ خارجی ما رو درک کرده نمیتونه او افغانایی که در را در خارج صدای ما رو مشنه موتور میشنه و ما درک نمیکنه این که ما در کوچه و پس کوچه با چی مشکل هستم او رو ما رو درک کرده نمیتونه این که آینده ما با چی وضعیت رو است ما رو درک نمیتونه بیاین ما یک مدیریت شروع بکنیم نیاز است که ما خدا شروع بکنیم مدیریت این بحران ما باید مدیریت کنیم بحران بحران بحران. نیاز بر که میتونه خیلی موثر واقع شوه در مدیریت بحران پشت کار پشت کار اعتماد به نفس اعتماد به نفس بر ظرفیت میشه ان شما واخته کې ر ميخواهین مديريت کوين ظرفي ساتي ميكوين سره خدامې خود. رسونين د بدترین روزا لینا يکي از نابغوي به نام نابغوي ناکام مشهور است او ميگه د بدترین روزایي کې جنگ جهاني شروع ووت اوول جنگ جهانی وخت کی شروع ووت میګمه دیدم که جنگ شروع وسو خونه خراب میشنه ما کتاب واز میکردم مطالعه میکردم شات بسیار سخت واش یک نفر بگو ان کی ده بدترین روزا که فایرا باشه شما کتاب بخونین ما مشابه که شب تا صبح که جنگ بود و صدا بود و انجه فایرا یواہی بود یا خوشی بود یا هر چی کی بود ما کتاب باز کردم ما گفتیم بیا می کار کنه من مطالعه می کنم بسیار گپار از کتاب ما مختم ما نمتر نیستیم ولی با مجرد که جنگ به کل سرای خود گرفتن یک بغل ششتن این می کار هم می کنم دقیقا کاملا خود از دست گیری می کنه دقیقاً نمی رحم است خو این نه نمیگیم کوشته باز که چرا او گیری می حالت روانی اگر انسان هیچ کس او آدم پیش بینی کرده نمیتونه گفتم که هیچ بزرگ وضعیت زندگی من تو نمیتونه که پیش بینی بکنه ما در چی یک وضعیت سخت و خراب روبرو هستیم یکی از پیش بینی کرده نمیتونه هیچ ار افغانی که امروز در خارج است ایره بفهمه که ما در بدترین وضعیت زندگی روبرو هستیم بحب. و ای که یکی شما رو با ظاهر ما رو میبینین که والا لباسک سرخ و سفید میپوشیم ظاهری نیست ظاهر شاید گپای دیگه, باشه ما میگم با جوان صدای مینمی است خب ما هستیم در بحران آل دی بحران دی یاتش هستیم دی یاتش ما میسوزیم صدای ما ای است که بیاین اینو باید مدیریت کنیم اینمی رقم که ما مدیریت می کنیم شاید بد از ای که وقتی که ما از ای وضعیت برائیم مه دگه سریج نهاد باور نداشته باشم که به نام فعال فعال مدنی آمدن ما سره هیچ نهاده که به خاطر حمایت از خبرنگارا به ما دیگه اعتماد نداشته باشم هر کسی به نام حمایت از خبرنگارا گپ بزنن ما دیگه لعنت کنم برشون چرا امروز تعداد بی‌شماری از خبرنگارا اینجا ماندن در افغانستان اونا با مشکلات زیاد روبرو هستن شاید ما صدای خود از کشیده نتونیم و ما اگر صدای خودم بکشیم صدای ما باعث میشه که ما بگ بحران دیگه بریم این که بریم مدیریتش کنیم یعنی هم میانیش این پاس که ما گفتم ای که بسیار گپار گفته نمیتونیم به سطح کلان سانسور میشیم بعضی اوقات هم اگر متوازی نشیم باز از یک بحران به جای از یک خوب شیم به دیگر... بحران دیگه بحران دیگه میریم صد تا بحران دیگه بریم مدیریت بحران یک اصل داخل هر بحران فرصت های وجود داره که ما چطور بتونیم اون فرصت ها را مدیریت بکنیم فرصت های داخل وجود داره و ما میگم که ما افغانستان ا چیموس کشوراموس و ما به د دې وطن، د دې وطنی خاک او بومي خاک سره ما حق داره اه... اه... د روزای سختي که ما نه مونډیم، شما نه مونډین، آقای احمدی، که که, که شماي برنامه را پیش میمیره ما هستین و ما پروسه را پیش میبریم، ولی به ایمانه نس که ما گوش نداریم، پوست نداریم، درد نداریم، اه... استرس نداریم، نمیترسیم اه, ما اولاد ندارم فامل ندارمانا د لو لذارهستن نین نسماب سختترين رزها شامل سرمنم شادوراوج بهران تو م و سها ه د افغانستانهستنما دراوج بهران هستما ل لذار نس سرخو سفد نمتسفانه اداره فاد ه قبلبود اداره فادبرما چزهاربهمراث ذاته امروز ما خودت است بسیار خوش آمدین استاد بسیار تشکر دل ما هم زیاد است بسیار عالی بسیار تشکر بسیار دیگه ما دیگه اگه درد دل بگوین عمل شروع بکنیم اگر یک یک شاید بسیار گپ واشد می تلویزیون نتونیم بگوین ولی از الاقل برای کتابچه نشتا کده میتونیم که ما یک یادداشت دارم به نام خاطرات من ما این گپ ها را شما خیر تشکر از اینکه هستین به کشور تا قربان تا مردم تا قربان خیر روز شنبه که در خدمت شما قرار میگیریم از طرف جمشی جانم من خدافزی میکنم جمعه خوب و خوش داشته باشه